در قسمت قبلی از آموزش ما با محیط نرم افزار سالید ورک آشنا شدیم و بخش های مختلفش رو یاد گرفتیم. در این قسمت بریم سراغ بخش بعدی. ما قسمت فوقانی رو به صورت کامل یاد گرفتیم. قسمت پایین قسمت ریبون نرم افزار بود که ما این قسمت رو با کامند منیجر هم میشناسیم. در این قسمت تب های مختلفی داریم که همون محیط های ما هستن. در این قسمت ما فیچر منیجر رو داریم، در این قسمت هم تاسک پینز رو داریم که میتونیم به بخش‌های مختلف نرم افزار دسترسی داشته باشیم. در این قسمت میریم سراغ تاسک پینز و با این قسمت می‌خوایم آشنا بشیم. این قسمت قسمت ریسورسز هست که ما میتونیم مثلا پنجره ویلکام رو داشته باشیم، تمرین‌های مختلف رو در این قسمت مشاهده کنیم. در قسمت بعدی قطعات استاندارد هست که ما این قسمت رو با کاتالوگ هم می‌شناسیم و میتونیم به قطعات استاندارد مثل پیچ های مختلف دسترسی داشته باشیم و در این قسمت از پیچ های استاندارد و قطعات استاندارد استفاده کنیم. قسمت بعدی قسمت مدیریت فایل ها هست که ما میتونیم به فایل های سیستممون دسترسی داشته باشیم. قسمت بعدی قسمت ویو پلت هست که ما در این ناحیه میتونیم نماهای مختلف قطعاتمون رو به دست بیاریم و مشاهده کنیم. بیشتر در رابطه با محیط دروینگ استفاده میشه و در اون قسمت ما بیشتر بررسی میکنیم. قسمت آخر هم قسمتی هست که ما میتونیم رنگ قطعاتمون رو عوض کنیم، جنس قطعاتمون رو عوض کنیم یا اینکه صحنه قرارگیری قطعاتمون رو عوض کنیم و معمولا برای رندرگیری بیشتر استفاده میشه که به مرور زمان داخل آموزش از این بخش ها استفاده خواهیم کرد. قسمت بالا که در این قسمت مشاهده میکنید ما میتونیم نماهای مختلف دید رو داشته باشیم و قسمت مهمی برای ما هست و در طول آموزش خیلی از این ناحیه استفاده میکنیم. این قسمت قسمت ویو تول بار هستش که من میخوام این قسمت رو هم به صورت کامل به شما توضیح بدم. اما قبلش بریم سراغ این صفحه‌ای که داخل نمودار درختیمون قرار داره و من میخوام نمودار درختی رو بررسی کنم. همونطور که مشاهده میکنید ما در این قسمت سه تا صفحه داریم که قطعاتمون رو روی این سه تا صفحه میخوایم ترسیم کنیم و یه دونه نقطه مرکزی مختصات داریم که در این قسمت نمایش شده میشه و ما میتونیم به این صورت اون رو مشاهده کنیم. صفحات به صورت پیش‌فرض مخفی هستن و دیده نمیشن. ما میتونیم روی صفحه مورد نظر انتخاب کنیم. اینجا میتونیم علامت اسکچ رو بزنیم، وارد اسکچش بشیم. میتونیم اینجا شو رو بزنیم و صفحه ما دیگه ثابت داخل فضا باقی میمونه و قسمت بعدی زوم هستش که ما میتونیم کار زوم کردن رو انجام بدیم و قسمت آخر هم نورمال تو هست که ما میتونیم به صورت نورمال بیاییم به صفحه مورد نظر نگاه کنیم. رنگ صفحه که شو هست با صفحات دیگه متفاوت. من میام تمام اینها رو شو میکنم و بزنم و به این صورت داخل تصویر مشاهده میکنیم. پس ما صفحات رو هم میتونیم به این صورت بیاریم و از این صفحات استفاده کنیم. اما مثلا من از این صفحه چجوری میتونم استفاده کنم؟ روی فرانت پلی کلیک میکنم، اسکیچ رو انتخاب میکنیم، اسکیچ رو اینجا میزنیم و با اون صفحه وارد محیط دو بعدی میشیم و الان داخل صفحه مورد نظر هستیم. من میام مثلا یه دونه مستطیل اینجا ترسیم میکنم، مستطیل خاموش میکنیم، جابجاش میکنم و در موقعیت دلخواه میام قرارش میدم. از اونجایی که اینجا قید اعمال شده ما نمیتونیم جابجایی رو انجام بدیم. الان دیگه قیدمون پاک شد و از این محیط من خارج میشم. بعد از اینکه از این محیط خارج شدیم وارد فیچرز میشیم و من میام به این شکلی که ترسیم کردیم یه دونه حجم رو اعمال میکنم. به این صورت ما از اون صفحه استفاده کردیم و یه دونه حجم رو اعمال کردیم و به این صورت ایجاد کردیم. حالا به مرور زمان ما با قسمت اسکچ و فیچرز آشنا میشیم. من خواستم فقط کاربرد صفحات رو به شما توضیح بدم. پس این قسمت صفحه‌های مختصاتی ما هستن که در این قسمت اون رو یاد گرفتیم. من با این صفحه دوباره وارد محیط اسکچر میشم و در این قسمت میام و یه دونه شکل دیگر رو ترسیم میکنم. بعد از اینکه شکل رو ترسیم کردیم میام شکلم رو جابجا میکنم، در این قسمت قرار میدم. اگه ما اینجا علامت فلش رو بزنیم از این محیط خارج میشیم، ضرب در رو بزنیم شکلمون کلا پاک میشه. من پس فلش رو میزنم، میرم سراغ حجم و به این شکلم به این صورت
حجم میدیم و اوکی میکنیم. الان دو تا حجم رو ما داخل تصویر اعمال کردیم. در این قسمت ما یه خط آبی رنگ رو داریم مشاهده میکنیم. زمانی که ماوسمون رو بیاریم روی این قسمت میتونیم اینو بیایم جابجا کنیم و تا اونجایی که این خط آبی هستش هر چیزی کشیده باشیم در اون قسمت مشاهده میشه. یعنی الان ما فقط این مستطیل رو میبینیم. اینو بیارم پایین تر دوتا رو میبینیم. پس هر چی شما ترسیمات بالای خط آبی داشته باشید مشاهده میشه و پایین اون دیگه مشاهده نمیشه. من یک بار دیگه وارد محیط اسکچر میشم و مثلا یه دونه دایره هم اینجا ترسیم میکنیم و از این محیط خارج میشیم. دوباره میام بهش حجم میدم و در این قسمت حجم رو مشاهده میکنیم. من با این صفحه‌ای که انتخاب کردم دوباره وارد محیط اسکچر میشم و یه دونه دایره روش ترسیم میکنم، از این محیط خارج میشیم و میام سراغ فیچرز و اینجا کات رو انتخاب میکنیم و یه سوراخ داخلش به وجود میاد. من اینجا این قسمت انتخاب کنم و بیارم بالا دیگه سوراخ دیده نمیشه. این قسمت رو بیارم بالا دیگه سوراخ دیده نمیشه و کل اون دایره هم از بین میره. پس ما الان هر چیزی که اینجا ترسیم کنیم میاد پایین اکسترود شماره 2 قرار میگیره و ما اکسترود شماره 2 رو مشاهده میکنیم. من در همین قسمت میام با این صفحه وارد محیط اسکچر میشم و میام یه دونه دایره رو در این قسمت ترسیم میکنم، از این محیط خارج میشیم. بعد از اینکه دایره رو ترسیم کردیم وارد فیچرز میشیم و من کات رو انتخاب میکنم و به اندازه خیلی زیادی میام این کات رو اعمال میکنم که اگه اینجا قطعه هم وجود داشته باشه بیاد سوراخ‌کاری روش انجام بشه. از اونجایی که الان هیچ قطعه‌ای در این قسمت قرار نداره عملا سوراخ‌کاری هم فقط تا این قسمت انجام میشه. همونطور که میبینید سوراخ تا اون قسمت امتداد پیدا کرد و ما در این قسمت دوتا شکل هم داشتیم که در اینجا دیگه اون دوتا شکل دیده نمیشه، چرا که ما خط آبی رو اینجا قرار دادیم و این سوراخی که اینجا دوباره ترسیم کردیم اومد زیر اکسترود شماره 2 قرار گرفت. من حالا اینو بیارم پایین تر. همونطور که مشاهده میکنید دایره ما در این قسمت درسته که برگشته ولی دیگه سوراخ‌کاری روی دایره انجام نشده، چرا که این سوراخ اومده قبل دایره و دیگه روی این تاثیر نخواهد داشت و سوراخ بعدی رو هم به وجود میاریم و تمام. پس ما با این خط آبی رنگ که خیلی کاربرد داره آشنا شدیم. این خط آبی رنگ همون قسمتی هست که داخل نرم افزار کتیا ما اونو با دیفاین میشناسیم و به این کار داخل نرم افزار کتیا دیفاین کردن هم میگن. پس دیفاین کردن خیلی برای ما مهمه و به این موضوع توجه داشته باشید. ما با این قسمت آشنا شدیم و یاد گرفتیم که این خط آبی چی هستش و نمودار درختی چیه. نمودار درختی تمام ترسیماتمون داخلش قرار میگیره، صفحات مختلف داخلش هست. ما میتونیم مثلا متریال قطعات رو بشناسیم که به مرور زمان با این موارد بیشتر آشنا میشیم. در قسمت بعدی از آموزش با دیگر بخش‌های نرم افزار سالید ورکس آشنا میشیم و این قسمت ها رو با هم یاد میشیم.